رفع پام بینایتون رسیدیم، میخوام قضیه پرتوان ها اولین روش برای رفع پام بینایتون کار کنیم، ببینیم به چه صورتی هستش. به ادامه هر حل ببینید. ببینید من اول قبل از اینکه شروع بکنم اصلا بینایتون بررسی کنم، اصلا خود نماد بینهایت رو توصیف میکنم. نماد بینهایت چیست؟ نماد بینهایت به منزله و نشون دهنده اینی که یک عددی خیلی بزرگ و در دوردست وجود داره. اون عدد خیلی بزرگ اصلا ما نمیدونیم چه عددیه، ولی نمادی داریم به نام نماد بینهایت که به این صورت نمایشش میدیم. بینهایت با هر عدد حقیقی جمع بشه باز بینهایت میشه، اگر بینهایت یا عدد حقیقی ازش کم بکنیم باز بینهایت میشه، اگر عدد غیر صفر در بینهایت ضرب کنیم بینهایت میشه، اگر بینهایت رو بر روی آ ضرب کنیم تقسیم کنیم به شکلی که آ عدد غیر صفر باشه جواب میشه بینهایت. با این مشخصه که نماد بینهایت نشون دهنده خیلی بزرگه، میریم رفع پاممون رو آغاز بکنیم. ببینید در رفع پام بینهایتون به چه صورت عمل میکنیم. در قضیه پرتوان ها میگیم اگر عبارت جبری داشتیم که x داره میره به سمت بینهایت، آن عبارت جبری هم عرض است با جمله بزرگترین توان. ببینید یه عبارت جبری بهتون دادم، 3x2 منهای 5x به اضافه 4x8 منهای 2x، x میره به سمت بینهایت. بین اینها درجات مختلف داریم، 2 داریم، 3، 1 و 8. میگیم وقتی x میره به سمت بینهایت، حالا چه مثبت بینهایت چه منفی بینهایت، آن عبارتی که درجهش از همه یا توانش از همه بیشتره باقی میمونه. پس این 4x8 باقی باید بمونه تو عبارتامون. میبینید حالا از این قاعده من استفاده میکنم و رفع پامم رو آغاز میکنم. به مثال توجه بفرمایید، من به شما میگم حاصل حد لیمیته خط کسری x به اضافه 1 به توان 4 به اضافه x به اضافه 2 به توان 4 به اضافه x4 بر روی x در 2x منهای 1 به توان 3 x به سمت بینهایت چیه؟ شما کاری که برای این انجام میدیم اینه. ببین ابهام بینهایت چون بینهایت به اضافه بینهایت به اضافه بینهایت میشه بینهایت، بینهایت ضرب در بینهایت باز میشه بینهایت. حالا نگاه کنید بین x و 1 کی توانش بیشتره؟ میدونیم اعداد دارای درجه صفرم، ولی این x درجهش 1ه، پس درجه این بالاتر x میمونه، x به توان 4. بین x و 2 باز درجه 1 x بیشتره، پس x مونه میشه x4، x4 که خودش باقی مونه. ببینید x4 x4 x4. حالا در مخرج رو نگاه کنیم، میخوام حالا مخرج رو بررسی کنم. پرتوان اینو میخوام برم بین 2x و 1 کی پرتوانه؟ 2x، ولی میشه 2x به توان 3، ولی x ضریبه باید باقی بمونه. ببینید 2x به توان 3 8x ضرب در x شد 8x4، جمع 3 تا x4 هم که شد x4، x4 با x4 میره جواب میشه 3 8م. خیلی راحت تونستم حاصل حد بینهایت بینهایتو به جبری و به راحتی به دست بیارم، پرتوان ها باقی میمونه. حالا نگاه کنی، حالا میخوام یه نکته بگیم، یه نکته که کمکی میکنه پیش بینی بینهایت ها رو در توابع جبری کسری به دست بیاریم. ببینید مثلا یه عبارت جبری داریم به صورت خط کسری axn بر به اضافه به x به توان n منهای به اضافه ادامه داریم حتی آپرین x n به اضافه به x به توان n به اضافه چند نقطه. اگر تو این عبارت شما نگاه کنین، چون x میره به سمت بینهایت قرار شد در بالایی پرتوان باقی بمونه، در پایینی هم پرتوان باقی بمونه، axn و آپرین x به توان m. حالا یه بحث میکنم، اگر درجه صورت از درجه مخرج بیشتر بود، یعنی این n از m یاد بیشتری بود، میگیم عبارت هم بی نهایت باقی میمونه، پس حاصل حد میشه بی نهایت. اگر درجه صورت با مخرج برابر بود، مثلا هر دو پنج پنج بودن، خب ایکس ها با هم میره، پس یک عدد غیر صفر به نام آپریم باقی میمونه. و اگر درجه صورت از درجه مخرج کوچکتر بود، حاصل باقی مانده چون مخرج بزرگتره و مخرج بی نهایت باقی میمونه، عدد برای بی نهایت جواب صفر میشه. سه تا اتفاق پس میفته وقتی در توابع جبری کسری x میره به سمت بینهایت، یا خروجیش بینهایته، یا خروجیش صفره، یا خروجیش عدد غیر صفره. درجه صورت بیش از مخرج بود بینهایت، درجه صورت برابر مخرج بود آپریم عدد غیر صفر، و اگه درجه صورت از مخرج کوچکتر بود جواب صفره. چه کمکی به ما میکنه؟ این قضیه خیلی مهمتر از حالت قبل. نگاه کنید، من میگم حاصل این حد رو در این مثال پیدا کنید. لیمیت خط کسری x به توان k به اضافه x2 به اضافه 1 بر روی x5 به اضافه x به اضافه 1، x میره به سمت بینهایت. سوال خیلی آسونه، میخواستم با مقایسه مثلا رو حل کنیم. میگه حاصل این حد رو پیدا کنیم، میگه سه تا اتفاق ممکن میفتن. میگم چجوری؟ میگید شاید پرتوان این x مون اگر کارو فرض کنیم پرتوانه، از پرتوان مخرج که 5 توانمون بیشتر باشه.
در این صورت شما چه اتفاقی واسهتون میفته؟ میگید بنا به نکته قبلی حاصل حد باید بی‌نهایت بشه، چون درجه صورت از درجه مخرج بیشتره. اگر درجه صورت با درجه مخرج برابر بود، اگر درجه صورت با درجه مخرج برابر بود، در این صورت حاصل حد میشه عدد، چون میشه x5 به x5 با هم میرن میشه 1، حاصل حد آ'، یا ضریب این x به ضریب این x میشه. اگر کا کوچکتر از 5 بود، کا بود 3، کا بود 4، کا حتی بود 2، چون درجه صورت از درجه مخرج بیشتره، حاصل حد برای به نقطه باید 0 بشه. ببینید حاصل حد 0 بشه. پس سه تا اتفاق ممکنه بیفته، چون هیچ صحبت نکرده روی کا و یک توضیحی به ما نداده، هر سه قابل قبوله. یعنی حاصل حد میتونه بی‌نهایت باشه، یک باشه، 0 باشه، بر اساس مقایسه پرتوان صورت با پرتوان مخرج. مثال بعدی سوال خیلی خوبی و بهتر از این هاست، با هم مقایسه ببینیمش. میگم با شرط انهای بزرگتر از 3 حاصل ام به اضافه ان کدام است؟ به شرطی که یه حدی داریم، لیمیت خط کسری، x به توان ام به اضافه 3 به اضافه x به اضافه ام توی صورت بر روی mx به توان n منهای 2 منهای mx به اضافه n منهای 1، وقتی x میره به سمت بی‌نهایت حاصل میشه منهای 2. اگر نگاه کنیم یک تابع جبری کسری داریم، x میره به سمت بی‌نهایت، حاصل عددی غیر صفر شده. یاد نکته‌ای میفتین که گفته بودم اگر حاصل عددی غیر صفر بشه، باید پرتوان صورت با پرتوان مخرج برابر باشه. نگاه کنید این رابطه رو براتون نوشتم، مثالو حاصل حد منهای 2، پس در این چه پرتوان مخرج و پرتوان صورت برابره. پرتوان اینجا نگاه کنید، این دوتا میتونن باشن، درجه اینا یکی، اینا از یک بیشتر خواهم بود، چون یه فرض گذاشته بود که انمون بزرگتر از 3، یعنی ان من آی دو قطعا بزرگتر از 1 میشه. حالا بر اساس این صحبت نگاه میکنیم، ام به اضافه 3 پرتوان صورت، ان من آی دو پرتوان مخرج، با هم برابر شدن. ببینید حالا انا میارم این ور، 3 رو میبرم سمت مقابل، ام من آی ان شد منهای 5، این رابطه رابطه یکم میشه، تو ذهنم نگه میدارم. حالا میگم مگه خودمون نگفتیم پرتوان ها با هم برابره و خودمون مساوی قرار دادیم؟ خب اصلا میگم حد اینو خودم بگیرم، پرتوان صورت پرتوان مخرج رو انجام بدم، یعنی این دوتا با هم برابر میشه. خب ایکس با هم میره، ببینید شد پرتوان صورت پرتوان مخرج. حالا اگه دقت بکنید این مقدار ایکس با این ساده میشه، جواب برابر است با یک اموم. حاصل حدی که من حساب کردم یک امومه، حاصل حدی که طراح داده من آی دوه، پس باید یک اموم با من آی دو حالا برابر بشه. این کار رو انجام میدم، ببینید ام به دست میاد منهای یک دو، حالا منهای یک دو تو رابطه بالایی میذارم و مقدار ان رو از این رابطه حساب میکنم. ببینید ام منهای ان منهای 5 از صفحه قبل رو بردم و ام منهای یک دوم به جا ام جایگزین کردم، مقدار ان حالا به دست میاد 9 دوم. ولی مسئله از من اینو نخواسته، از من ام به اضافه اینو خواسته، یعنی ان 9 دوم با ام منهای 1 دوم باید جمع بکنم. وقتی این کار رو انجام میدم حاصل 8 دوم یه 4ه. پس ببینید حاصل این عبارت تنگ شد. خب پس دیدیم که سوال چقدر خوب طرح شده بود. ما گفتیم پرتوان صورت با پرتوان مخرج باید برابر باشه، یه رابطه به دست اومد، خودم حد گرفتم، پرتوانا رو زدم، شد یک اموم، امو حساب کردم، تو رابطه گذاشتم، انم حساب شد. حالا فکر نکنید قضیه پرتوان قضیه خیلی خوبی و همه مسائل باش میتونیم حل بکنیم و مسئله کامل حله، بلکه باز نقطه ضعف داره، یعنی جایی که عبارت ها قرینه بشه پرتوان جواب نمیده. نگاه کنید منظورم چیه. مثال ببینید، حاصل عدد زیرو بیابید، لیمیت خط کسری رادیکال x به اضافه 4 رادیکال x منهای رادیکال x بر روی x به اضافه رادیکال x منهای رادیکال x، x میره به سمت مثبت بینهایت. خب شما میگه عبارت جبری کسری، میایم میگه پرتوان بریم، اول تو ذهنت پرتوانه، بین این x و این رادیکال x کی پرتوانه؟ این درجهش یک، این درجهش یک دوم، پس این x میمونه، این حذف میشه، اینم که تک و تنهاست خودش باقی میمونه. اینجا هم دوباره همینطور، این درجهش یک، این درجهش یک دوم، این حذف میشه، پرتوانه میمونه، اینم خودشه. ببینید پرتوان رفتم، عبارت قرینه شد. قبلا تو مبحث صفر صفر روم همعرضه کامل زد کردم، اگر عبارت ها در همعرضی قرینه شدن، نتیجه میگیرم که این روش غلطه، بعد روش رو عوض بکنم. ببین الان میشه روش غلط، حالا چجور رفع پامش کنم؟ تکنیکی که توی قسمت صفر صفر روم درس دادم، حذف عامل صفر، دوباره اینجا کمکمون میکنه. تکنیک چی بود؟ من به جایی که اینو در مزدوج صورت ضرب کنم یا در مزدوج مخرج ضرب و تقسیم کنم، تکنیک این بود
ما آی منهای ب مگه در آی ب اضافه به ضرب بشه نمیشه آدو منهای ب دو؟ خب این در مزدوج ضرب بشه مگه نمیشه مربع جمله اول منهای مربع جمله دوم؟ یا پایینی مربع جمله اول منهای مربع جمله دوم؟ سپس وقتی این کارو کردیم ببین آدو منهای ب دو اینا کنید اینه آدو منهای ب دو پایین آدو منهای ب دو نگاه کنید دو برابر یکی از این دوتا رو که اینا انتخاب آسان تر بود در جای مخالف و دو برابر اینو دوباره در جای مخالف قرار دادم. حالا خیلی راحت این ایکس با این ایکس میره، این ایکس با این ایکس میره، این دو رادیکال ایکس با این دو رادیکال ایکس ساده میشه، بالا میمونه چهار رادیکال ایکس به رادیکال ایکس. حالا رادیکال ایکس هم با هم میره جواب میشه چهار. ببینید پس فکر نکنید هر مسئله جبری که هستیم آقا پرتمام میریم، پرتمام برو پرتمام عبارت ها قرینه شد روشت غلطه. حالا بستگی به سآل ها تو ادامه تو محفظ بیناد 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 باز مواردی میبینی که جداگانه اونه یه راه حل های دیگه هم دارن. فن اینجا چون رادیکال داریم چجوری رادیکال ها رو از به میبریم؟ ضرب و تقسیم در مزدوج قرار شد اون را قدیمی و را رو دیگه استفاده نکنیم، از تکنیک بریم. یعنی تو ذهنمون میگه آقا این ضرب بشه تو مزدوج مگه نمیشه آدومن آی بی دو؟ پایینه مزدوج داره آدومن آی به دو نگاه کنی دو برابر یکی از این دوتا رو. حالا من این انتخاب که آسون تر بدون تنظر که در نات پشتش در جای مخالف یعنی در مخرج دو برابر اینو در جای مخالف گوشنی در صورت عبارت و قرنش رو جواب به دست اومد چهار.